مذاکرات در وین در حالی ادامه داره که شبکه ام بی سی نیوز گزارش منتشر کرده که ریچارد نفیو که از او به عنوان معمار تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران یاد می‌کنند، به دلیل اختلاف با رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا در این مذاکرات از تیم مذاکره کننده آمریکا جدا شده. در این گزارش همینطور اومده که ایران و آمریکا از پیشنهاد توافق اتمی موقت از طرف روسیه چندان استقبال نکردند. همزمان گروهی از زندانیان سابق و فعالان و روزنامه‌نگاران ضمن برگزاری کارزار اعتصاب قضا و تحصن در مقابل هتل محل مذاکرات خواستار آزادی زندانیان سیاسی و دو تابعیتی و رعایت حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی هستند. احمد صمدی همکارم از محل مذاکرات در وین با ما همراه شده. احمد، اول بپردازیم به آخرین اخباری که داریم از مذاکرات. خب به هر حال میگن پیشنهاد روسیه هم مورد پذیرش ایران واقع نشد. نیوشا، در واقع نمیشه به صورت قطعی این رد کرد و کارشناسان در واقع معتقدن که این یک نوع تعارف هستش که از سوی جمهوری اسلامی ایران داره مطرح میشه. اما بسیار از خود مذاکرات شروع کنم و اون هم الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در همین هتل پشت سر من علی باقری کنی نشستش با انریکه مورا داره ادامه پیدا میکنه. هیئت‌های اروپایی هم اونجا هستن و خب طبیعتاً نمایندگان روسیه و چین هم به اونها اضافه میشن و این گفتگوها هر روز تکرار میشه، ضمن اینکه خب در کنار اون کارشناسان هم میان. اما در خصوص موضوعی که مطرح شد، به هر حال ایالات متحده و روسیه در خصوص موضوعات مختلفی با هم گفتگو میکنن و خود آقای بلینکن بعد از نشستی که در ژنو با همتای روس خودش داشت اعلام کرد که موضوع هسته‌ای ایران به عنوان یکی از موضوعات امنیتی میتونه در دستور کار دو طرف قرار بگیره. و بعد هم دیدیم که خب آقای اولیانوف هم یک روز بعد از اون یک توییتی رو زد و در توییتش بنای اون رو تایید کرد و اعلام کرد که در حال موفقیت مذاکرات در گروه همکاری همه طرف ها از جمله یکی از طرف اصلی یعنی ایران اعلام کرده و این مشخص میشه که به هر حال میشه از این نتیجه گرفت که به هر حال این پیشنهاد توافق موقت حالا مطرح شده، ولی به هر حال خب حالا شاید در این مراحل نمیخوان که اون موضوع رو مطرح کنن. این تا به اینجای مسئله. اما در خصوص مسائل دیگه این گفتگوها، به هر حال اونطور که ما میشنویم گفتگوها همچنان در همون مراحل قبلی هستش، یعنی مسائل مهم حل نشده و در واقع اون چیز پیشرفتی که داره انجام میشه پیشرفتی در مسائل جزئی هست و کارشناسان و دیپلمات‌های نزدیک به گفتگوها تاکید دارن که این پیشرفت‌ها که ازش اسم برده میشه در واقع اون پیشرفت‌هایی نیستش که بتونه در نتیجه کلی تا به این لحظه تاثیرگذار باشه. اما اول میدونم که خب اونجا اعتصاب کننده ها هم همچنان حضور دارن با تقاضاهای حقوق بشری که دارن. از اونها بیشتر چه میدونیم و چه شرایطی دارن و احیاناً چه کسانی اضافه شدن؟ بهتره که جامو عوض کنم و بیام تو منطقه‌ای که دوستانی که در واقع تحصن کردن و اعتصاب قضا کردن قرار بگیرم. و خب این تحصن رو از 18 ژانویه در واقع شروع شده. آقای بری روزن دیپلمات سابق ایالات متحده که در ایران 444 روز به گروگان گرفته شده بود، این کلید این رو زد و بعد از اون هم خب دیدیم که جمشید برزگر از روزنامه‌نگاران ایرانی به او پیوست و در ادامه هم آقای نزار زاکا که او هم در جمهوری اسلامی ایران از سال 2015 تا 2019 در حالی که میهمان دولت جمهوری اسلامی ایران بود اونطور که خودش میگه روبوده میشه و خب در زندان بوده. این کارزار در هدف اصلیش در واقع درخواست برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و همچنین زندانیان سیاسی هستش که در ایران حضور دارن. همچنین درخواست میشه از جمهوری اسلامی ایران که رعایت حقوق بشر انجام بشه به ویژه در زندان‌ها. اشاره میشه به موضوع بکتاش آبتین که هفته گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران با اینکه به کرونا مبتلا شده بود دیر به بیمارستان میبرن و در واقع به نوعی کشته میشه. این درخواست در حالی که در از اینها مطرح میشه، اما در واقع این خودش یک بازتاب عمده هم این روزها پیدا کرده در رسانه‌های اروپایی، در بین شهروندان اتریشی حتی از اینجا که رد میشن سوال میکنن که موضوع چی هستش. اون نکته که مربوط میشه رسانه‌های اروپایی این هستش که چند موضوع داره مطرح میشه. یکی موضوع اتفاقاتی که در زندان‌های ایران داره میفته. در یورو نیوز این به این مطلب اشاره میشه که از اتفاقاتی در زندان‌ها میفته، مثل شکنجه، مثل شکنجه‌های روحی، جسمی، حتی زندان انفرادی. و از طرف دیگه موضوعات مربوط به دیگر زندانی‌های دو تابعیتی اسمشون در نشریات اروپایی مطرح میشه، مثل کامران قادری که در همین اتریش هست، مثل
مسعود مصاحب و دیگر زندانیان، نازنین زاغری، دیگر اسامی هم داره در رسانه‌های اروپایی مطرح میشه و این خب چیزی نیست مگر اینکه به هر حال این فعالان حقوق بشر که به هر حال در پشت سر من هستن از اتریش، اونها هم دارن کمک میکنن به اینکه این صداها شنیده بشه. ممنونم از تو همکارم محمد صمدی، از محل مذاکرات در وین با ما همراه بودیم.